گلوبال من نمیدونم کدوم رو نگاه بکنیم، واقعا نمیدونم. اینم هستش، بریم بچه ها ویلکام رو نگاه بکنیم، بخاطر اینکه کابش بالاتره، نه اینکه گیم پلی شاید بالاتر باشه. محمد لایت. خب بریم راکان رو ببینیم به نظرم بچه. حالا راکان هم چون با ویلکام هم ترکیب زیاد فرق نمی کنه. کدوم رو نگاه بکن، یا خدا به هم دیگه خوردن بچه ها. من داشتم انتخاب میکنم بین اینو، ولی به هم دیگه خورده بودن. نگاه بکنیم. او مای گاد. موگی در برابر ویلکام تو یک ساعت آخر سیزن. الان دیگه بریم هر کی کاپش بالاتر رو نگاه بکنیم، به راکان میخوره. او مای گاد، بانو در برابر راکان، خدایان گالمو لوفا در برابر هم. او مای گاد. پاترون 5 دقیقه آخر سیزن در برابر موگی. سلام دوستان، سلام. به یه ساعت آخر سیزن بسیار خوش اومدید. به ساعت بی جنگ آخر سیزن میشه گفت. دوستان این مچاپ هایی که امروز قرار بهتون نشون بدم از بهترین مچاپ ها با کیفیت ترین مچاپ هایی که داشت رو اولی مچ. او مای گاد، یه نفت دفتر برابر محمد لایت. آنچه نکوس از بهارش پیداست. دوستان این بطل تنها بطل اولی که داریم مشاهده میکنیم و محمد لایت میخوره. همین الان دیدیم که با این اکانتش رنگ دوی دنیاست و اگه بتونه یه مچاپ رو ببره قراره که خیلی منفی بخوره لایت، که این اتفاق هم احتمالاً بیفته. الان هر دو پلیر خفنی هستن، بی نظیرن و بی مثال. بچه ها یه حمله از این 727 الان خواهیم داشت، چون دیگه کار تمومه. یه درید بزنه، کار تموم شده است بچه ها. دریدو میزنه و بمبر تکامل میاد و کارو احتمالاً تموم میکنه، که داره دفاع میکنه دیگه. محمد لایت میدونه که کارش تمومه، ولی خب داره تلاششو میکنه. 1:58 تو اوور تایم بیشتر باقی نمونده. مچاپ اول شما فکر کنید یه همچین چیزیه دیگه، فکر کنید بقیه‌اش چی میتونه باشه. هنوز وارد 45 دقیقه و 50 دقیقه آخرام نشدیم. باز یک ساعت و 11 دقیقه مونده. 1:40 حمله آخر. بولر نداره دیگه، چون بولر نداره گفت بود گیم ها. زپه وولد و تمام. مچاپ اول به نفه یه نفت و دو هفت در برابر محمد لایت. بچه ها ادامه رو ببینید، چه مچاپ هایی قرار ببینید شما. حسودیم شد بهتون. خب دوستان، بتل بعدی رو داشته باشیم تو یک ساعت آخر سیزن. واقعا بتلی که دیدیم بسیار عالی بود بچه. راکان لاوا تو چه رنکی؟ 8 دنیا بچه. تو فاصله یک دقیقه یک ساعت آخر سیزن به رایلی میخوره. این بطل نمیشه دست داد. اگرم بخوایم نمیشه دست داد. این بطل جوری نیست که بشه دست داد. واقعا یک ساعت آخر سیزنه بسیار فوق‌العاده‌ای خواهیم داشت. از استارتش مشخصه هنوز نیم ساعت آخر سیزن نرسیده داریم مچاپ رو نگاه میکنیم. احتمال اینکه هر سه پلیری که مد نظرم تاپ 10 بزن تو برندیستم خیلی زیاده. یکیش چیز راکانه، یکیش باناه و اون یکی اینه و شاید اون یکی هم در واقع احتمال خیلی بالاست همین یارو چیز باشه، رفیقمون هست، اسمش یادم نمیاد. پاترون همین سیزن پیشم تاپ 5 زد و من میگم این سیزن حداقل 4-5 شما تاپ 10 میتونیم داشته باشیم اگه همشون همینطوری که دارن خوب پیش میرن در واقع کارشون رو انجام بدن. کیتا رو اکتیف کرد رایلی. بچه بسیار بسیار مچاپ فوق‌العاده این مچ، نمیشه دستش داد و باید دید که چه اتفاقی میافته توی این مچاپ بسیار بسیار خفن. 1:15 میشه ازش نمونده. جلوی لاوا که داره خوب عمل میکنه بچه ها، و باید دید که چی میشه. چه؟ دوستان خدا تاور سمت چپ چه راحت گرفت. تاور سمت چپ رو خیلی راحت گرفت و آره دیگه بچه ها دیگه فکر کنم کار تموم کرد رایلی. حالا نمیشه خیلی راحت اینو گفت. چرا میشه راحت گفت؟ تمومه این مچ به نفع رایلی، تمومه. بذارید چیز کنیم بچه ها، حالا تا آخر نما کنیم دیگه. میخواستم میگم وقتمون تلف نشه، ولی خب
شاید خیلی دوستان ناراضی باشن از اینکه الان بخوایم از بازی بریم بیرون و میخوام تا انتها نگاه بکنم. چه؟ کما اینکه احتمالاً تاور گرفته شد. بله، ولی خب تاور سمت راست رو چیکار کنیم بچه‌ها؟ تاور سمت راست رو چیکار بکنیم؟ که با بمبر تکامل و این داستانو خیلی راحت قرار گرفته بشه. اگه تاور سمت راست انقدر نمیرفت، مطمئن باشید با یه لاوا بالون دیگه قطعاً کارو راکان تمام میکرد. بومبر اکسیری هم نداره بچه بخواد لابا بزنه، اصلا تمام شد. خیلی هم کباش پایین تر بودن، فکر کنم 35 تا اینو بخواد منفی بگیره که به نظرم خیلی زیاده، خیلی زیاده. اون مچاپ اول بچه هنوز از ذهنم نرفته بیرون، همون مچاپ محمد لایت و این لایت نفر دوی دنیا بود که بهش خورد بچه ها. به شدت ویدیوی خفنی داریم بچه ها امروز دیگه. خواستم تا انتها نگاه بکنم چون میدونم که خیلی از دوستان دوست ندارن که مثلا اوسط کار بریم بیرون، که منم هیچ وقت کار انجام نمیدم. بریم بتل بعدی بلافاصله بچه ها. ویلکام هم خیلی رنگش بالاست، 21 دنیاست بچه ها، بانا 7 دنیاست، بعد راکان 13 دنیاست. خیلی حجم پلیر بالاست. من میگم بچه ایسی رو نگاه بکنیم. چرا؟ چون ترکیبش نزدیک به ترکیب خود منه. و الان او مای گاد کال پدرو یکی از فینالیستایی که داشت لیگ 2023 در برابر ایسی پیک اپ پلیر. این مچ خیلی میتونه جذاب باشه، به نظر من جذابتر از حتی مچ اپ ویلکام و بانا بخواد بشه. میگم چون ترکیبش شبیه به ترکیب خودمونه و میشه باهاش بیشتر در ارتباط بود و ارتباط گرفت. اوکی، سمت چپ رو نایت میزنه، کارت های ایولوشنش همون چیزاییه که باید توی ترکیب پکا باشه. بمبر ایولوشن که یه ضربه تو کار رو تموم کرد. ترکیب پدرو نمیتونم نگم زده، چون یه حمله خوب بتونه طراحی بکنه ایسی کارو میتونه در بیاره. البته کارت آخر ایسی مشخص نیست، شاید لایتینگ باشه. اگه لایتینگ باشه بهتره. خب کارت آخرش رو کاری نکرد. نایت از سمت راست زد. خب کار خیلی سخته بچه. کار به شدت سخته. سمت چپ به کار رو میزنه دوستان. بومبرا رو نگاه بکنید یا خدا، یعنی باور کنید کل تاور سمت چپ ایسی فقط با پکا رفت امروز. یه حمله خوب ببینیم چی میشه. داستان زر یه دونه ضربه یه محکم نوار بچه وارد نمیشه. نه تمومه پکا، حتی پکا هم ضربهش بود. من میدونم که پدرو میخواد ببره، ولی خب من به احترام همتون از بازی خارج نمیشم و مطمئن میشم که این اتفاق میفته. پکا دیگه هر ریپلایی که رفتیم بچه ها توش تا انتهاش نگاه میکنیم، ولی هر چی میخواد بشه، هر چی میخواد نشه. اوکی پکا زب بسیار عالی. تسلا یه لاگ خوب، 1:20 دوستان به بازی حساسی برخوردیم. ایزی داره تلاشش رو میکنه الان بمب رو نزنه. خوبه، خب تمام. این مچ هم که به نفع ایسی تمام نشد، پدرو زدش و ببینیم چی میشه دیگه در ادامه. رنگ 22 دنیاست بچه ها، خیلی تراکم کابا پایینه. نگاه کنید شما فقط یه نگاه بندازید به کاپه های بالا، اصلا نمیشه انتخاب کرد واقعا. خب راکان بازم باخت بچه ها. بریم اینو داشته باشیم بعد از مچاپ اول فراموش شد انگار. بریم مچاپ های بعدی از اینو رو نگاه بکنیم. او مای گاد، این فکر کنم فقط قراره که به هودا بخوره. دوستان سندباکس رو الان داریم، میام فقط داره به گودا میخوره. کارش هم بسیار سخت بود این سیزن بچه ها، من داشتم میدیدم خیلی سخت پوش کرد این سیزن. این سیزن برعکس تمام سیزن هایی که من ازش نگاه میکنم سخت پوش کرد. بسیارم ترکیب درست درمونش رو نتونسته بود انتخاب بکنه و این سیزن اولین سیزن بود که من دیدم خیلی داره سخت پوش میکنه. و عرضم به خدمت گرامی شما که این مچاپ رو نگاه بکنید. منم یه بتل این وسط ها بزنم توی اکانت.
ببینیم چی میشه. این بچه ها از سند دستانیت، حالا توضیحاتش هم بهتون میدم. دوستان اینجا چه خبره؟ دوباره داره تابه رو خوب میگیره و جده گریبیارده دیگه، جنج گریبیارد کار سخته خورده. من چقدر داره خفم، من یه بطل زدم تموم شد این مچ. اوه چی شد بچه ها، چی شد؟ خیلی خفم بود. من آخر شدیدم. اوکی بسیار عالی، بریم مچه بعدی دوستان. ویلکام خیلی اومده بوده بچه ها. 15 گلوبال، من نمیدونم کدوم رو نگاه بکنیم، واقعا نمیدونم. اینم هستش، بریم بچه ها ویلکام رو نگاه بکنیم، بخاطر اینکه کابش بالاتره، نه اینکه گیم پلی شاید بالاتر باشه. محمد لایت، خیلی خوشحالم که این انتخاب کردم. مچ از اون مچ هاست که واقعا یک ثانیه اش هم نمیشه دستت. Oh!
بچه ها چه مچی که خدایی، ولی معملات خود رو بینیم چه خوب تونست کامبک بزنن. معملات یعنی رنگ شیک دنیا بود و بچه ها داشتیم نگاه میکردیم دید دیگه رنگ شیک دنیا بود و خیلی عیب شد. اگه ویلکام میتونست ببره فقط امیدوارم که معملات دوباره رنگ شیک دنیا رو نزن، چون سیزن پیشم این اتفاق افتاد، ثانی آخر اومد و رنگ شیک جهان بودن و از این افتادفت از چنگش رو برد. خدا کنه این دفعه یکی دیگه بزنه، چون واقعا داره تکراری میشه، هر سیزن داره لایتی میزنه. خب این بتل به نفع کی دام شد؟ لایت. بریم بتل بعدی سریع از این به نظرم. یار خفن عالی. به چیز خورده بچه ها؟ ویرو بریج اسپم. مطمئنن میشناسن اونایی که قدیمیان ویرو رو، نیازیست توضیح بدم چیه. یکی که نم بهترین بریج اسپم کل کلش رویال بود بچه ها ویرو. واقعا اینی که دارم میگم بهترین از لحاظ همه چیزها، رنگ، گیم پلی، هر چیزی که شما فکر بکنید. بلو که تو فرندیستمونه در کنارش هیچی نیست. واقعا اگه بخوام مثلا مقایسه بکنیم با کسی مثل بلو، فیلیپو دیگه واقعا بی‌رقیب ترین بریج اسپم پلیر کلش رویال بود دیگه. بچه اینجا هم دو دقیقه آخر اوورتایم رسیدیم و بسیار بچه‌ها به چیزیه نزدیکیه. بعد بچه فیلیپو همین پلیره تونست یه شکست بده. میریم بچه ها بعدی. خب این دفعه دیگه بریم دوباره از ویلکام، چون رنگش خیلی بالاست بچه ها. یک ساعت بعد جور آخر سینیه نمیشه هیچ کدوم از دست داد. خب اینجا دو تابر گرفته شده. خب بچه های خورده دارن بچانسی میارن و نمیشه کاریش هم کرد.
بچه ها ایسی رنگ که 41 دنیا 542 دنیا اوه چقدر نزدیک به من. احتمال این که به هم دیگه خورده باشن خیلی زیاده. الان نه به ساسوکه خورده که اصلا ازش خوشم نمیاد. امیدوارم که یه بزنه دهمنشو و بیاره شده و چشاش ببینیم چی میشه. 1:40 تا اوور تایم بیشتر باقی نمونده و بعد دیدی که چه اتفاقی میفته. واقعا مشابه میتونه جزایی باشه. جنت گریدیارد همیشه سخت بوده واقعا همیشه، مخصوصا به نظر من برای ترکیب حال حاضر ساسوکه چیز این کار بسیار سختی داره. خبر سمت راست گرفته شد بچه ها. خب من این بار درگیرم بچه ها، من این بار درگیرم، یه اکانت رو باید بزنم تموشه بره به ثانی ها یا خرم اتفانه باید بزنمش، کارم خیلی سخته. شما از بچه بازی لذت ببرید. توضیحاتی که باید بدم و این تو طول سیزن بهتون همه رو دادم و نیاز سدم در چیز خاصی گفت باز راجب این بچه ها. خب تمام این بتل هم ساسوکه برد. یه ساعت آخر سنی میگم خیلی میگم یه بچه ها ترکیب درستی نتونست انتخاب بکنه. بچه ها بریم دیگه سراغ آردن که رنگ 16 جهانه، نمیشه دستش داد. ساعت دستم در رفته، چند دقیقه مونده؟ تقریبا 45 دقیقه مونده پایان سیزن. شما همه رو نگاه میکنید بچه ها، همه 45 دقیقه رو خواهید دید و لذت 100% رو از این گیم پلی ها میبرید. اینجا هم که پدرو خورده، خب میشناسید دیگه، فینالیستی که داشت لیگ 2023 که با هم دیگه یکی از مچاپ ها رو داشتن اونجا که پدرو برد. اتفاقا یکی از بتل های آخرش هم بود که برد و رفت فینال، فکر کنم نیمه نهایی رو به پاترون خورده بود. Thank you.
دوستان، این بر من رسیدم 3141 کاپو در اکانتو، واقعا درم سرویس شد. این طرف چه خبره؟ اوه این طرف دوباره داره یکی از فرندیست رو میبازه. چه خبره بچه؟ عالی بود، نتیجه رو ندیدم بچه. بریم برای ویلکام. به ایسی خود بچه ها، به ایسی همکشوری خودشه. بسیار عالی، یه ویدیوی بسیار خفن داشتیم تا اینجای کار بچه ها، مطمئنم حالا من خودم دو سه بتل آخر رو ندیدم، ولی مطمئنم یکی از بهترین ویدیوهای ممکن بود که براتون میتونستم بذارم برای یک ساعت آخر سیزن. انقدر تراکم بالا بود اصلا من فقط به کاپ بالا میرسیدم نگاه کنم. شاید مثلا هم کاپشون یکی بود که حتی از اون بهتر بود، مثلا شاید این اگه کاپ پایین تره داره بازی میکنه شاید بهتر داره بازی میکنه، ولی خب من دیگه فقط دارم به کاپ بالاها میرسم دیگه. هر کدومشون کاپشون بالاتر باشه بهتون نشون میدم مثلا این جالب‌تر باشه. داره قضیه پیش میره و هکایی که همیشه خدا اذیت کننده بوده برای کسی مثل ویلکام. من همیشه مچه بایی ویلکام میبینم، بچه اکثرشو دیدم که به پیکاپ پلیر ها بد میخوره، مثلا اون روز خیلی بد چیز بردش یارو توریس پیکاپ ریجس من بردش و اینجا هم مثل این که نه، البته اینجا کار ایسی رو تموم کرده میدونم، حالا ببینیم چی میشه. این مچه دارم نگاه میکنم خودم هم کارم فعلا اونجا تموم شده و یک شیقه و چلسانی آخره باز دوستان بیبی دروگان از سمت رستوره میاد، ببینیم چی میشه. یک دقیقه و 30 ثانیه، 500 تمام بچه ها. درسته فایربال نداره ولی خب با همین اراوز و زب به نظرم میتونه زمانی که زب اِوولوشن میشه دقیقا کار فایربال انجام میده، دقیقا کار فایربال. یعنی با دو تا اکسیر شما میتونی تقریبا 4-5 اکسیر که خیلی هم مهمه رو داشته باشی. بسیار خفن و عالی. بتل بعدی خب بریم از راکان ببینیم دوستان. 8 دنیاست مگه؟ الکیه راکان الان تو فاصله 40 دقیقه پایانی بازی 8 دنیاست. این که آخ هر وقت رفتیم تو لایوش باخته. خب دوستان بریم بتل بعدی، راکان رو داریم 19 جهان و ویلکام 26 جهان. کسی که دارن بتل میزنن در حال حاضر 39 دنیا، 58 دنیا و ایول جنرال ایول. خب بریم راکان رو ببینیم به نظرم بچه. حالا راکانم چون با ویلکام هم ترکیب زیاد فرق نمی کنه. کدومو نگاه بکن، یا خدا به هم دیگه خوردن بچه ها. من داشتم انتخاب میکنم بین اینو ولی به هم دیگه خورده بودن. این مچو مگه میشه از دست داد؟ دو تا از بهترین پلیرهای لاوا در حال حاضر تو کلش رویال به هم دیگه خوردن تو 40 دقیقه آخر سیزن. بچه دقیقاً 40 دقیقه آخر سیزن الان هستیم و بعد دید که چی میشه. ش
باشه، بسیار خفن و استثنایی این بتل. فعلا که بچه من یه بار بهتون فکر کنم یادم میاد گفته باشم چند روز پیش، بچه ویلکام الان بهترین پلیر دو پلیر، بهترین پلیر ترکیب لاواس با وجود دامینیک. دیشب دامینیکو زد بچه من، داشتم میدیدم دیشب دامینیکو زد، امروز داره راکانو میبره. و البته توی لاوا نمیشه مشخص کرد و همین هم فکرم تا بره سمت چپ بیفته، هم برای چیز آره تاور رو ویلکام انداخت و تاور نداده هنوز. بچه ها خیلی حرفه، شما بتونی با ترکیب در واقع میرور همین جوری که دارید مشاهده میکنید دفاع بکنید و دفاع خوبی داشته باشید. عالیه. 14 ثانیه داریم وارد اوورتایم میشیم، البته اگه بتونه راکان تاور رو بگیره دیگه، اگه بتونه این اتفاق رو رقم بزنه داریم، وگرنه که نداریم. احتمالا با یه عروز عروز؟ نه اصلا اجازه این تایم ها نمیداد که در واقع بمبه برسه به تاور، تایم اجازه نمیداد. خیلی فوق‌العاده بود بچه ها، بریم بینیم چند دقیقه، 36 دقیقه بیشتر به پایان این سیزن فوق‌العاده نمونده. و بچه ها من همین یک ساعت پیششم نگاه میکردم، از این 8 نفر 4 تاش تو لیستم بود، حالا منفی خورده خوردن. بعد راکان هم که باخت و ویلکام 21 جهانه 11 جهانه بانا بچه با ترکیب گالم، دمش گرم، خدایی دارم میگم اینو. حالا بریم بتل چیز رو نگاه بکنیم، پاترون بچه ها، پاترون هم بی نظیره واقعا. زده پیش رنگ 4 دنیا رو زد و اینجا به یک پلیر خیلی قدیمی که اسمش فرام سافتر یه همچین اسمی ها، ولی خب یادم نمیاد دقیقا کدومه. فرامسیتو بچه ها، فرامسیتو آرژانتینی، دقیقا یادم میکنم پلیر، حتی قیافش هم یادمه، چهرش هم یادمه. تقریبا 3-4 سال پیش بود که خیلی تو اوج خودش بود فرامسیتو، ولی خب الان هم داریم میبینیم که با اسم جدید، با هویت جدیدش داره بی نظیر عمل میکنه. همون آرژی همیشگی دیگه، اون موقع هم آرژی بود کلا، همون آرژی همیشگی خودشو داره. بچه زپه اولوشن دن سرویس میکنه. 14 ثانیه تاورو که گرفت، تاور دوم هم گرفت، تمام دیگه، دیگه علکی بود واقعا، دیگه علکی بود، بخواستیم تا انتها اون مچه رو نگاه بکنیم. این چه منفی زد بچه. بعد بچه یه ویدیو خفن دارم براتون از رودکس که تا همین کاپ، دقیقا همین کاپشو براتون گرفتم، 99% بهتر رنگ ایران میشه. حالا من کس دیگه واقعا نمیدم تو کاپ خودش بخواد باشه. بذارید بریم یه بررسی بکنیم. من یه میگا سوهیلی چیزی دیدم اونجا اون وسط ها، هم کاپش بود، میخوام ببینم کدومشون بالاتر میزنه. هر کدوم بالاتر زد من چیزشو میگیرم، اشکال نداره، ریپلایشو براتون اوکی میکنم. بذارید بریم این پایین ماینا، فکر میکنم اینجاها بود. منفی خورده نیستش؟ منفی خورده بچه، نیستش منفی خورده. خب بچه ها، راکان، پاترون، ویلکام، یا خدا این همه پلیر رو یه نفر فقط میتونیم ببینیم. بریم ویلکام نها کنیم بچه، بدونه هیچ، منتظر بانو هم بچه ها، منتظر بانو هم که کارو در بیاره برای اون، کارو در میاره ها. بانو یه بتل دیگه بزنه تاپ 10 تموم کرده، یه دونه بتل دیگه الان کافی نیست برای تاپ 10 زدن، ولی خب من میگم با ترکیبش، با اوضاع ترکیبش بتونه تا الان همین طوری که پیش رفته پیش بره، مطمئنن کارو تموم میکنه. و باید دید که چی میشه. اینجا مچاپو برد، آخرش رسیده بودیم. بریم سریع بتل بعدی رو از دوباره همین ویلکام نگاه بکنیم. او مای گاد موگی در برابر ویلکام تو یک ساعت آخر سیزن. این مچو نمیشه دست داد، این مچو نمیشه دست داد. الان ویلکام رنگ 10 دنیاست اگه اشتباه نکنن، یا نزدیک 10 دنیاست. ببینیم این مچ چی میشه. کارمون برای این ویدیو خیلی خوب بود بچه، من واقعا تا اینجا حال کردم. اون دو سه بتلی که خودم ندیدم و فقط حواسم به بتل زدن خودم بود خیلی جذاب شدش. من قشنگ داشتم چشمه میرفتم دیگه، هر 3 ثانیه 3 ثانیه نگاه میکردم میدیدم خیلی داره حساس پیش میره. و
20 ثانیه هم اینجا بیشتر نمونده، خوب آخرش نرسید وسطش رسیدیم. یکی ببینید چقدر ترکیب جوینت گریویات بافه که کسی مثل نوگی هم داره باش بازی میکنه. اون بدسا اذیت میکنه بچه، اون بدسا اذیت میکنه. وای تا بره سمت چپ رفت، والکری اومد و نجات داد، واقعا واقعا اومد نجات داد. بچه اینجا چقدر داره حساس پیش میره در برای موگی، بسیار خفن و عالی. تمام بکنم این حمله موگی بگیره، تا بره بگیره والکریه ایولوشن. والکری ایولوشن نگاه کنید بچه ها، نجات میده والکریه تکامل، واقعا یه نجات دهنده فوق‌العاده است. زب اومد کارو در آورد، مثل اینکه ولکام تا آخرین ثانیه ها ولکون ماجرا نخواهد شد دوستان، نخواهد شد. مطمئن باشید که تا بتونه دفاع میکنه، البته این گریویارد نمیذاره بچه ها، گریویارد نمیذاره. مطمئن باشید که تمام تلاشش رو قرار بکنه، ولی گریویارد نمیذاره دوستان، گریویارد این اجازه رو نمیده. بسیار بسیار تا اینجا خفن بوده و فرندلیسون اکثرا او مای گاد. بچه رسیدیم به بتل فوق العاده استثنایی این ویدیو، نفر 12 دنیا بانا در فاصله 30 دقیقه پایانی بازی با ترکیب گالم این بتل بتونه ببره. رنک یک دنیا رنک حداقل 5 دنیا خواهد شد، حداقل چون کاپا خیلی نزدیک. خب بتل بعدی دوستان، بچه‌ها از دست دادیم متاسفانه، یه دقیقه شرایط هم سخت شد بانر رو نتونستیم ببینیم. راکان 19 گلوبال، ویلکام 29. بچه اینجا رو نگاه بکنید، دسته تو تا 50 دنیا این همه مچاپ نمیتونم بچه انتخاب کنم، شما بودید میتونستید اصلا. خب من میرم ویلکام رو نگاه میکنیم بچه، ویلکام خیلی مچاپ جذابه همونطور که دیدیم. واقعا این پلیر رو من میشناسم با والبریکر ماینر، ترکیب خودشو داشت بچه ها، تقریبا شبیه به ترکیب رمیلی بود ولی ترکیب خودش بود بچه ها، تورنادو نداشت ترکیبش، عروض داشت و اینجا داره با ترکیب گریویارد بازی میکنه که ببینید چه پلیری با چه ترکیبی داره بازی میکنه، عجیبه، خیلی عجیبه بچه ها. یه همچین موضوعی بره سمت راست بکنم بره، ولی دوباره داره همون اتفاقی که نباید میفته و تا بره سمت مخالف راکان از بین میره و این اتفاق باعث میشه که خیلی راحت کار تمام بشه دیگه، اصلا کار به لاوای بعدی نرسه، اصلا نرسه، نتونه برسه. آکریه با بسیار عالی، فوقم بچه این ویدیو رو من نمیدستم شیر بگیرم. ولی بخوان ارزشش داشت، مچاپ هایی دیدیم که واقعا نمیشد حتی یک ثانیه شاید دست داد. اوکی تمام، ویلکام باخت. ارموز توجه کردید؟ من چون میگم کلان پشت سر هم همه، هر کی باشه هر چی باشه پشت سر هم میرم ویدیوشو. امروز خیلی ها باختن، امروز خیلی ها باختن، منفی زدن، یعنی خیلی ها منفی زدن. واقعا شرایطی وجود اومد که در واقع کار سخت شد بچه ها. بانا قطعا بانا رو نگاه بکنیم بچه، یکی از شانسای تاپ 10 زدن همین باناه، به ایراگون، به چیز آگونی کینگ میخوره. آگونی کینگ جاینت گریویا، جاینت اسپارکی باز که بسیار بسیار مچاپ خیلی خفن میتونه باشه. این مچو اگه به بازه بانا کارش تمامه، اینو باهاتون صد میگم چون اصلا تایمی وجود نداره. الان تقریبا 26 دقیقه بیشتر نمونده به این سیزن و میدونید دیگه از 26 دقیقه بگذره و تو بتل باشه دیگه رنگش میگیری اصلا مهم نیست، چون رنکت همون چیزی میشه که قبل از این 26 دقیقه بودی و
حقیقتاً نمیدونم چی بگم راجع به این مش، خیلی جذابه. بچه من میدونم که آگونیکینگ هیچ هوایی زنی نداره، هیچ هوایی زن، یعنی این الکترو دراگون قشنگ کارو در میاره برا بانا. اوه 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 سمت راست اصلا نیاز نیست، هوایی زن میخواد چیکار کارو در آورد. دفاع خیلی خوب از بانا بچه ها، دفاع بی نظیر بود. بسیار عالی. شرمنده. یوه دارم حرفونو بزنم بچه ها، اسم مزرم نشه. تورنادو دفاع خوب، دفاع خوب. البته بچه ها زمانی که گالم وارد جریان بشه به نظرم با وجود اسپارکی شانس زیادی نداره که بتونه به تاور برسه. البته اگه بتونه الکترو دراگون رو میکس بکنه با گالم و تورنادو میتونه این اتفاق رو رقم بزنه. در غیر این صورت اسپارکی کار در میاره، مخصوصا اینکه مینی پکا داره و میگم در کل کار سخته، در کل بسیار کار سخته. او مای گاد به این تورنادو، تورنادو رو دیدی بچه ها؟ سطح تورنادوش بی نظیر بود، ولی خب بانا هم یه همچین حرکتی رو زد. مینی پکا، مینی پکا اون طرف یه ضربه رو با اون همه کارت تونست وارد بکنه. فرصت گالم داد زدن واقعا نموده واسه یه بانا تا اینجای کار. گالم بزن، بزن، شانسی نداری، واقعا شانسی ندارم. اصلا از سمت مخالف نگاه کنید میخواد چیکار کنه، مطمئنم چون این تو میده کار. واو بچه ها تورنادو رو، بچه ها تورنادو رو باور نکردنی بودین. تورنادویی که زد سمت راست و خدا بترم کنه. ثانیه آخر، ثانیه آخر، امیدوارم بانا بتونه بازی ببره. سمت شب خیلی دمج وارد کرد، یه گالم فرست پلی یا چونم یه همچین چیزی میگن دیگه، از رو پل بزنی، از بریج بزنه، به نظرم تاور سمت شب بیفته. حتی با وجود بعد اسپارکی، حتی با وجود اسپارکی اتفاق میفته. بچه تکامل ببینیم تورنادو رو میزنه. آگونیکینگ یا خیر، بعد اتفاق افتاد. این گالمی که من دارم میبینم به تاور میرسه، به تاور رسید. بعد دوستان 1024 و هنوز همه که زیادی مونده که باید وارد بکنه. 592 اوکی. او مای گاد، او مای گاد، تمام 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 تمام. سیرابیم بچه ها، از این گیم پلی ها سیراب شدیم واقعا. واقعا مچاپ هایی دیدیم که بسیار 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 خفن و جذاب و استثنایی و هرچی شما بگید بود. انتهای کار میبینیم که چه مچاپ هایی رو میتونم در واقع براتون رندر گیری کنم. و جذابیت کار خیلی بالا بود بچه برای این سیزن، برای این سیزن کلن. آره راکام 19 گل و بال، بانا 17 گل و بال. و بچه این پلیریشی نگاه میکنین همشون همکاپ هن، این تا 50 دنیا همشون الان اینجا هن. تا 50 دنیا ایسی مشاهده میکنیم. بریم مچاپ پاترون نگاه بکنیم بچه ها. پاترون مچاپ های او مای گاد به ایسی خورده. چرا صبر میکنیم؟ بریم سعی نگاه بکنیم. دقیقا مثل مچاپ پدرو شده بچه ها، چون پدرو هم دقیقا یه همچین دمیجی به ایسی با همین ترکیب وارد کرده بود. یک دقیقه و 40 ثانیه به اوورتایم و 12:08 دقیقه اصلا تقریبا 22 دقیقه دیگه. آره 22 دقیقه هم به پایان این سیزن مونده، چیز خاصی نمونده دیگه. نهایت 3-4 بطل دیگه میتونیم ببینیم توی این سیزن. اوکی سمت چپ و تمام. ایسی برد، ایسی بازی رو تونست ببره. خوب از فردینستمون یه نفر برد که به هم دیگه خورده بودن منظورمه. خب دیگه بریم بچه ها کاپ های بالاتر رو نگاه بکنیم، دیگه هرکی کاپش بالاتر بود. خب دوستان بطل بعدی رو هم دیگه داشته باشیم، از
21 دقیقه پایانی باز، نه 19 دقیقه باید چه شد دیگه، تمومه دیگه، تمومه الان دیگه. بریم هر کی کاپش بالاتره رو نگاه بکنیم، به راکان میخوره. او مای گاد، بانو در برابر راکان، خدایان گالمو لوفا در برابر هم، چه مچاپ خفنی این مچ. به فاصله 19 دقیقه پایان این سیزن چه مچاپایی داریم میبینیم بچه، واقعا مچاپای تراز اول دیدیم، ترازش خیلی اول بود. محمد لایت دیدیم، موجی دیدیم، پدرو دیدیم، سند باکس دیدیم، دارم حریفا رو فقط دارم بهتون میگم بچه، حریفای خودمون که ایمون و این داستانا بودن. خب نبرد گالم و لاوا بچه ها همیشه جذاب بوده، نبرد گالم و لاوا واقعا همیشه جذابیت های خودشو داشته، همیشه هم نمیتونم میگم همیشه، ولی خب اکثر مواقع گالم پیروز این مچه ها شده. تمومه الیتر دراگون رو نگاه کنید، اومده که لاوا رو بزنه، یعنی قشن اومده فقط لاوا رو بزنه و بره، یعنی بزنه و بره ها. تمام بچه، یکی از شانس های خیلی اصلی تاپ ده زدن الان دیگه واقعا شد بانا. بذارید کاپش رو نگاه کنیم، کاپ و رنگش رو نگاه بکنیم بهتون. هفت بچه، همین الان ویل بکنه تاپ ده تموم کرده، همین الان بخواد ویل کنه تاپ ده دنیا رو تموم کرده. و ما مچاباش رو تقریبا همه شو دیدیم دیگه، دو سه تا بچه آخرش رو دیدیم، خیلی خوب بود. راکان 17 دنیا، آردن 37 دنیا. بچه بریم این چیکار داره میکنه، یه منفی خورد، هیچی. آردن هم شد 33 دنیا. بریم ویلکام رو نگاه بکنیم تا اینکه بخواد در واقع. او مای گاد، او مای گاد، فرنیس ها به هم دیگه میخورن، جنگ داخلی پیش اومده بچه ها اینجا. یه نفت و دو هفته فاصله 10 دقیقه پایان این سیزن در برابر ویلکام. آره بچه هم واقعا جنگ داخلیه. بسیار عالی، تستای بعدی دیگه داره بلایی سر ویلکام میاره که دقیقا همون اتفاق رو رایلی رقم زده بود، دقیقا همین اتفاق رو رایلی تونسته بود انجام بده سر ویلکام. کار تمومه، ویلکام بود یا راکان؟ راکان بچه، اون راکان بود، این هم ویلکام. تمام دیگه برد، کاپشم خیلی پایین تر بود، یه منفی دروش درمون، دروش درمون ها، دروش درمون ها، دروش درمون میخوره ویلکام و کارو در میاره. خب فکر کنم وانا بخواد دیگه کارو تموم بکنه دیگه، بتل نزنه، چون الان بچه‌ها بتل زدن خیلی ریسک داره. چند دقیقه مونده؟ کنن 14 دقیقه بیشتر نمونده، این شما بتونی بترکونی تو این 14 دقیقه سه تا بتل بتونی بزنی، اگه خیلی شانس بیاری به 5 دقیقه نرسه کار و این داستانو، نهایت نهایت تو بهترین شرایط ممکن سه تا بتل بتونی بزنی. و من میگم به سه تا هم نمیشه زد، دوتا آخرین متدی که میشه زد اینجا. ایسی چه کاپشو کشید بالا دوستان، ایسی خیلی خوب اومده بالا، به آگونی کینگ هم خورده، ترکیبش هم جوری هست که بتونه آگونی رو ببره، بله چرا که نه. ایسی هم خیلی خوب رنگ تونسته بزنه، 21 جهان
خیلی فوق العاده بود دیگه. کار ایسی که ول کنم نیست، حتما بریم سی نگاه بکنیم. به سنباکس میخوره، او مای گاد، به سنباکس میخوره. هم کشوری خودش نیست، نه سنباکس کره جنوبیه، ایسی چیزه ژاپنه. این مچه ایسی بزنه، یکی از بست فینیشاشو میزنه بچه ها. آخرین رنگی به خوبه ایسی برمیگرده به دو سال پیش بچه ها، آخرین رنگ خوبش، خیلی خوبش منظورمه. که همون 20 سینه مود 20 دو سال پیش 20 زد فکر کنم ایسی. بچه ها بهترین رنگ ایران هم که چیز زده، رولکس هنه طبق انتظاراتم و ویدیوش آماده است، اونم براتون میذارم به عنوان به تین رنگ پلیر ایرانی که تونست رنگ که فکر کنم 50 اینا بزنه دیگه. آره اونم براتون فردا میذارم و دیگه کیف دنیا رو ببرید بچه. اون یکی ویدیو، یکی از بهترین ویدیو هامونه ها. من مچاپا رو دیگه تموم شده است دیدم، یکی از بهترین ویدیو هامونه. فقط اینو بدونید که جدای محمد لایت موجی و این 727 بازی کرده دیگه. شما دیگه هیچی رو ندونید، کافیه همین قدر. خب فکر کنم بچه ها به بازه منفی میزنه بچه ها اگه این اتفاق بیفته. آخه ترکیبش هم خوب بود برای جاینت اسپارکی، حیف شد واقعا. پنجا ثانیه، نه شانسی نداره، نه تمامه. این بولر مگه میذاره برسه به تابراخ کارتی؟ فقط 10 دقیقه و 40 ثانیه بیشتر نمونده بچه ها. تمام مچوبو بد موقع داد، بد موقع. راکان 14 دنیا. بچه ها راکان هم بتونه این بازی ببره تاپ 10 تمام میکنه، به پدرو میخوره. او مای گاد، این مچ خیلی جذاب اساسا، آخرین مچ اپ این سیزن. اگه بتونه راکان ببره رنک 10 دنیا تموم کرده دوستان، این مچ اپ نمیشه دست داد. من دارم با این یکی گوشی نگاه میکنم بچه ها، بانا دقیقا رنک 7 دنیا سر حال حاضر، بالاتر از یکی از اکانت های لایت. بچه محمد لایت 1 2 6 مگه میشه آخه 6 9 4 اکانت محمد لایت تو تاپ 10، یعنی فقط 6 تا پلیر هستن که توی تاپ 10 دارن بازی میکنن اگه لایت رو بخوایم چیز بکنیم، فاکتور بگیریم. یعنی از این عجیب تر از این موضوع مگه داری؟ مگه میشه؟ سیار عالی. بچه ها راکان فکر کنم داره به سفینیش میزنه. دوستان واقعا شرمنده، یه دقیقه دیسکانکت شدیم. خب اینجا یک ستاره گرفته، اتفاق خاصی نیفتاده، همون حمله‌ای که داشتش انجام میداد و نتمون رفت همونجا کار رو در برده و فکر کنم 15 ثانیه دست دیم. خب عروس بتونه بچه ها، لابا جوریه که باید دوتابه رو بگیریم، باید دوتابه رو بگیریم مگر اینکه دفاع خوبی داشته باشی. مطمئنا دفاع خوبی نداره راکان، ترکیبش باید تابه دوم رو بگیره مطمئنا.
بسیار عالی. اوکی، 2-1 وارد اوورتایم شدیم. میخواد حمله بکنه راکان، ولی خب پدرو زودتر این کار انجام داده. مثل اینکه یه گارد خیلی خفن، این گاردش خیلی خفن بود بچه ها، یه گارد به شدت خفن زده شده. اوکی تمام بچه ها، راکان به اسفینیش رو زد فکر کنم به همراه بانا. آره دیگه فکر کنم بچه ها ما 2 تا تاپ 10 داشتیم این سیزن. حالا بریم یه چکم بکنیم چون 6 دقیقه بیشتر نمونده. پس بانا کو؟ آه بانا 9، راکان 5. بچه ها راکان 5، بانا 9. ما 2 تا تاپ 10 داریم بچه ها به فاصله 6 دقیقه و احتمال 99% هم همین خواهد موند. بانا تاپ 10 تموم کنه، البته یه بتل دیگه بزنه به اسفینیش ها بچه ها، یه بتل دیگه بتونه بزنه به اسفینیش. هفت دنیا به اسفینیشش بوده دیگه، میتونه به اسفینیش رو بزنه تموم کنه قضیه رو، ولی نمیدونم ریسک کنه یا نه. 2 تا تاپ 10 بچه ها داشتیم، در بدترین شرایط بعد این اتفاق میافتاد. میگم من یه ساعت دو ساعت پیش داشتم میدیدم 4-5 پلیر از فرندیسمون تاپ 10ن. منفی زدم بچه ها، اینجا رو نگاه نکنید شما که اینجوری شده. بچه ها حتما ایسی رو نگاه بکنیم، ایسی منفی خورد متاسفانه. حالا 6 دقیقه 7 دقیقه مهلت داریم بچه ها نگاه بکنیم، اگه هر کدومشون بانا یا راکان هم بخوام بتل برن و بتل میشون نگاه بکنیم مطمئن باشیم. فکر نکنم دیگه بتل برن، کار رو تموم کردن دیگه. اوکی 2 دقیقه و 13 ثانیه الکترو دراگون پلیر حریف بچه میشتازم شکست به درای مصری بود که خیلی قدیمیه، قشنگ یادم این سیفو اون موقع با لابا بازی میکرد و گالم خیلی کم بازی میکرد، اندیگه گالم پلیر شده. بچه شاید به چش نگاه بکنید ترکیب ایسی مثلا چجوری باشه که بتونه لابا رو بزنه خیلی راحت یا گالم رو بزنه، ولی واقعا اینطور نیست، کار سخت همیشه. اینطوری نیست که فقط شما یه پکا بندازی کار تمام شد، اصلا اینطوری نیست. سمت چپ رو نگاه بکنید، پکا الان قرار بیاد و پکا رو بزن. بومبر تکامل نگاه چه بد دهن سرویس ده. امیدوارم زحفش تکامل باشه. اوکی 1.8 ثانیه. این که کنونره خیلی خوبه بچه ها، این که کنونره خیلی خوبه. پکا خیلی مفرفت، پکا خیلی مفرفت. 50 ثانیه گوچ از سمت راست. اوکی یه حمله خوب زپه تکامل، چه دمیجه زیادی وارد میکنه بچه ها، چه دمیج خوبی وارد میکنه. این دیگه کی بخواد فرصت بشه گالمو بزنه بچه ها، این موضوع رو بهش اشاره باید بکنی. الان دیگه گالم زدن سیف خیلی به شرایط زیادی بستگی داره. خیلی خوب بود اینجا حرکت نایس تکاملش، خواهی بودو بزنه. ها همینه ایتو دراغون دیگه داره خیلی اذیت کننده میشه. مادرویچ تو ترکیب خیلی خوب شده بچه ها، تو ترکیب ایسی اگه سندباکس رو میزد که بسفینیش رو زده بود بچه ها کار تموم شده بود، ولی خب الان نتونست این کار انجام بده دیگه. نه اگه اونو میزد حتی اقل تا به 16-15 چهار نمی تموم میشن. بای بال بسیار عالی، کار تمومه، کار خیلی خوب تموم شد. بریم سریع سر بزنیم بچه ها، 2 دقیقه آخر سیزن رسیدیم و امیدوارم که تا اینجای کار لذت کافی رو برده باشید. مطمئنم که این اتفاق افتاده واقعا. 3 دقیقه بچه ها، این آخرین بچه ها با هم دیگه نگاه بکنیم. بانا بچه ها نفر 9 دنیا رفته برای بسفینیش، رفته برای بسفینیش زدن دوستان. بانا رفته برای بسفینیش که به پکا بریجس من خورده، چقدر شانسش ب
بد بوده این مچاپو که به پیکاپ ریج اسپم خورده دوستان. نایت ویچ این مچاپو مگه میشه حد دستات بچه ها بسفینیش آقا اگه بتونه این مچاپو ببره. بانو بعد مدت ها برگشته و داره بسفینیش میزنه، خیلی خوبه این بانو. بسیار عالی. آخ 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 کار داره سخت پیش میره. این کیه با پکاپ ریجس هم داره بازی میکنه؟ وای 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 نه نه بچه بانو بانو حیف شد، بانو خیلی حیف شد. اگه میبرد به اسفینیش بود بچه ها، اگه میبرد به اسفینیش بود خیلی 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 حیف شد بانو. و راکانم که ول کرد تا 5 تمام میکنه، 99%. آره 5 دنیا تمام میکنه و سیار خفن عالی. فقط بانا حیف شد 16، خیلی حیف شد. البته چیز خاصی از دست نداد، اگه نمیزد هم بسفینیش نمیشد اون رنگش. بریم مطال آخر از پاترون و دیگه تمام کنیم ویدیو رو. او مای گاد او مای گاد پاترون 5 دقیقه آخر سیزن در برابر موکی، دوتا از پلیرهای نیمه نهایی کلش رویال لیگ به هم دیگه خوردن که خود موجی تونست قهرمان اون مسابقات بشه. ببینیم چی میشه این مچ. با جاینت گریویا داره پارو میکنه همه رو بچه ها، یعنی با جاینت گریویا زده ترگونده همه رو واقعا. 50 ثانیه آخر، پاترون هم که داره با ترکیب همیشگیش بازی میکنه، کل این سیزن رو با همین ترکیب بازی کرده بود کل این سیزن رو. بسیار عالی. 29 ثانیه اوکی. 4 ثانیه 3 ثانیه محمد لایت که فکر کنم دوباره رنگ یکی دنیا تمام بکنه و تمام و تمام. موگی رو راهی خانه کرد، یه بتل خفن. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. این بود از ریاکت آخر سیزنمون و بریم نگاه بندازیم کی رنگ یک زد، دو زد، چند زد. من توی اکانت 3146 تا کاپ زدم بچه ها، بعد برم رنگش رو نگاه بکنم چند شد. بکنم 2300 شدش و ایسی هنوز بتله. ایسی هنوز بتله دن سرویس دیگه تموم شد دیگه. راکان چند تموم کرد بچه ها؟ راکان 5 دنیا تموم کرد و بانا بانا 16 که اگه نمیزد اون بتله و بنا 9 تموم کرده بود. رولکس هم بهتر رنگ که ایران رو زد، بله بهتر رنگ که ایران رو زد و ویدیوشو داریم آماده است. ایگن هم که نتونست رنگ خوبی بزنه 57 و پلیرهای دیگه هستن که دیگه پیششون آنلاین شدن تمام بچه ها. جنرال هم فکر کنم یه رنگ خوب زد 128 خوبه. فعلا بچه ها تا ویدیوهای آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شروع سیزن جدید شده چهارشنبه میزنیم با اکانت خودم. تا چهارشنبه شما مچاپ های بسیار خفن این سیزن رو خواهید دید. فعلا.